ورود فعال یک ارتش 20 میلیونی از دانش آموزان و دانشجویان به صحنه اجتماعی برای رژیم ایجاد ترس و وحشت میکنید. به همین دلیل هم هست که در برابر قیام و اعتراض شما دانشجویان و دانش آموزان هیچ راهی جز سرکوب براش باقی نمونده. اعدام جمعی 22 زندانی در یک شور، اعدامه یک نوجوان 17 ساله در ملأ عام طی هفته گذشته در کرج، اخراج دانشجویان معترض و تعلیق از تحصیل دانشجویان به بهانه مختلف از جمله به دلیل منطق سیگار کشیدن و یا جداسازی دانشجویان دختر و پسر بخشی از اقدامات سرکوبگرانه این رژیم تا مانع شکل‌گیری هر گونه اعتراض و قیام بشه. توجهتون رو به گزارشی کوتاه در زمینه اجرای طرح موسوم به تفکیک جنسیتی جلب می‌کنم. در ماه تیر، کره هماهنگ تفکیک جنسیتی دانشجویان در دانشگاه‌ها توسط کارگزاران رژیم آغاز شد. ابتدا مشاور عالی وزیر علوم رژیم محمد حسن شجاعی فرد کشف کرد که دانشگاه‌های تک جنسیتی از رشد علمی بیشتری برخوردارند. بعد از صحبت‌های شجاعی فرد، نوبت به کامران دانشجو وزیر علوم رژیم رسید که به صحنه بیاید و تفکیک جنسیتی دانشجویان به عنوان یک رکن اصلی در سیاست حرکت به سمت اسلامی تر شدن دانشگاه‌ها صحبت کند، که البته از نظر او به دلیل آماده نبودن زمینه‌های فرهنگی که منظور از آن افزایش تظاهرات و اعتصاب‌های دانشجویی است قابل پیاده کردن نیست. و با اشاره تلبیهی به این مضمون گفت: هیچ برنامه مدونی درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها در حال حاضر وجود ندارد. اما این در حالی بود که پیش از این یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارتجاع به نام علی کریمی فیروزجایی از اجرای این طرح در سال جاری خبر داده بود و طی مصاحبه‌ای گفت: وزیر علوم اعلام کرده است که در تابستان تحقیقی انجام می شود تا ظرفیت دانشگاه ها برای تفکیک جنسیتی مشخص شود، تا دانشگاه هایی که امکان جدا شدن کلاس ها را داشته باشند از مهر ماه جدا سازی شود. همچنین آخوندها علم الهدا، مکارم شیرازی، صافیه گلپایگانی و تبرسی حضور دانشجویان دختر و پسر در یک کلاس را حرام اعلام کردند و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح شدند. رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز به صحنه آمد و اعلام کرد که برای دانشجویان پسر و دختر سال اول این دانشگاه کلاس‌های جداگانه ای برگزار خواهد شد. اما در برابر پتانسیل انفجاری دانشجویان معترض در برابر طرح‌های ارتجاعی رژیم، اوج فلاکت در آنجا بود که سرانجام وزیر علوم رژیم به بیهودگی اجرای این طرح اعتراف کرد. کامران دانشجو در حالی که خواهش میکرد که اصطلاح تفکیک جنسیتی دیگر به کار برده نشود گفت: اسلامی کردن دانشگاه ها قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که 24 سال روی زمین باقی مانده است.